خیلی ممنون که دوباره برگشتیم. اونجا کشورهایی که اونجا هستن یه مصلحت‌جویی با هم میکنن، در حالی که تو خاورمیانه هیچ مصلحت‌جویی وجود نداره به غیر از همین دوتا رانتی که به وجود اومده الان و جوری که میخوان اینا رانت نمیشه اسمشو گذاشت، این تفرقه‌ای که خارجی دارن به وجود میارن و اون کشورهای نوکر خارجی ها تو خاورمیانه مثل کشورهای خلیج فارس به غیر از عمان البته و سردسته همشون سعودی دارن به وجود میارن که اینو تبدیل کنن به یه جنگ چیه سنی، در حالی که اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. من تو جلسه‌ای که هستم تو تلویزیون اصلا این جنگ بین چیه سنی نیست، ما برادری سنیمون رو دوست داریم. هر کسی که بخواد تفرقه بندازه بین چیه سنی، همینطور که بارها مدیرای ایرانی علی خصوص رهبری گفتن، این اصلا تکفیریه. جنگ بین اسلام هستش و وهابیگری، جنگ بین اسلام واقعی هست و سلفیگری، این فرقه‌های تندرو و دیوانوار و تروریستی که الان متاسفانه غربی ها قشنگ پشتشن و دارن دفاع میکنن، به خودشون برمیگرده، این حرکت ها به خودشون برمیگرده و الان برگشته. این چند دستگی که تو آمریکا شده، این تفرقه ای که تو آمریکا برام به وجود اومده، منی که 33 سال اینجا بزرگ شدم، از بچگی اینجا باشم و این مسئله همیشه زیر نظرم بود، الان جالب بود، هیچ وقت تا این حد این تفرقه رو من ندیدم بین اینا. به خودشون داره برمیگرده، این کارهای زشتی که تو خاورمیانه میکنه همه رو به جون همدیگه میندازن. در صورت دیپلماسی ایران الان اینه که با اینکه سعودیا وحشی ترین اعمال و علیه ایران انجام دادن، حتی آدمای بیگناه مثل زائرینی که رفتن مکه دو سال پیش، الان داره سالگردش میاد دیگه، یه ماه دیگه سالگردش داره میاد، تو منا اینا رو زدن کشتن، حدود 2000 نفر مردن، اکثرشون ایرانی بودن. بازم دیپلمات‌های ایران اون شاخه زیتونو به طرف اینا نشون میدن که نشون بدن ایرانی کشور متمدن هستش، ایرانی کشور جنگ طلب نیست، ایرانی کشور رزمجو هست ولی جنگ طلب نیست. این آماری که همیشه دیپلمات‌های ایرانی تو سازمان ملل میدن اینه که ایران به تو 250 ساله که ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. این آمار سعودیا، نروژیا، دانمارکیا، فنلاندیا هستش. اینا یه والوری دارن تو سازمان ملل به خاطر این سابقه ای که همیشه لاغت تو 250 سال اخیر صلح طلب بوده. حالا برگردیم به 1000 سال پیش، یه مش وایکینگ وحشی بودن ها، داعشیای اون موقع بودن، ولی الان تو 250 سال به هیچ کشوری حمله نکردن و ایران هم همون رکوردو داره، در حالی که به ما تو همین 250 سال سال گذشته بارها و بارها حمله شد. ایران داره خوب کار میکنه الان تو منطقه، تو سیاستش تو منطقه، تو سوریه داره ایران خیلی خوب کار میکنه، تو خلیج فارس، اینجوری که کشوری مثل قطر، کشوری که علیه منافع ایران تو عراق، تو سوریه، تو تمام منطقه، ولی تو این دو کشور که جنگ را انداختن و ملهمه را انداختن، قطر خیلی کارای زشتی کرد، خیلی کارای زشتی کرد، نمیخوام بگم علیه اهل تشیع، علیه مردم عراق و مردم سوریه. بس بعد اینجوری باشه، قومیگری نباید صحبت کنی. ایران وقتی دید اینا میخوان جدا بشن، شاخه زیتون رو جلو اینا به اصطلاح ارائه داد، دراز کرد و اینا ایران کمکشون کرد. سعودیا چش ندارن اینو ببینن. سعودیا مدیرای اجرایی واشنگتن و لندن هستن تو به وجود آوردن تفرقه تو تمام خاورمیانه. این ثابت شده هستش. این چیزی نیست که الکساندر آزادگان بگه. این چیزی که ظالم خلیلزاد سفیر آمریکا تو افغانستان، بعد تو عراق، بعد نماینده مثلا سفیر آمریکا تو سازمان ملل تو یک مقاله تو روزنامه بسیار پرتیراژ و آکادمیک پولیتیکا اومد گفت که منابع سوری گفتن ما تو 60 سال اخیر تو هر چیز تروریستی خاورمیانه دست داشتیم. این خلیل ظالمی خلیلزاد اومد گفت، یه آمریکایی افغانی هست، حرف من نیست که بگیشو به اصطلاح مخالفین من بگه نشسته اینجا داره میتوبه به واشنگتن. این واقعیته، واقعیت علمیه. اینا هر کاریو خواهند کرد. اگه میخوایم پیش بینی علمی منو بشنوین، که من فکر کنم هدف اصلی این سال دانشجو عزیزم مهدی نصیری بود، این بود که ما چجوری میتونیم پیش بینی بکنیم. سعودیا و صهیونیستا و اون چهار تا کشور نوکرشون تو منطقه، از کویت گرفته تا امارات گرفته، بحرین، اینا هدفشون اینه که تحریمات علیه ایران برداشته نشه. اینا از منابع مالی خودشون توی واشنگتن استفاده خواهند کرد.
اینا لابی های از لابی های خودشون استفاده خواهند کرد که سیاستمدار آمریکایی که میشه گفت 90 دستشون فاسد فاسد اقتصادی هستن و این فساد قانونیه تو قوانین پارلمانی آمریکا، این نماینده پارلمان و نماینده کنگره آمریکا رو متقاعد کنن که این خصومت رو با ایران ادامه بده و ادامه بده. هر چقدر ایران بخواد نزدیک بشه، هر چقدر ایران بخواد لیبرال بشه، هر چقدر بخواد بهانه نمیدونم حقوق بشر نده، آزادی، این چیزا که همیشه علم میکنن که خودشون دهشه بهش اعتقاد ندارن ولی همیشه علیه هر کشوری که بخوام بهش حمله کنن دست میزنن رو اون چیزا، در حالی که از اون طرف سعودی های وحشی، بحرینی های وحشی، تمام این سران، اکثر کشور عربی که سران نشونی مش آدم دیکتاتور هستن اینا رو متحد خودشون حساب میکنن، با اونا هیچ مسئله حقوق بشر هیچ مطرح نمیشه، تو رسانه آمریکا هیچ نمیاد ولی به ما چیز میکنه، اصرار میکنه که چرا ما مثلا ما حزب الله رو حمایت میکنیم، بعد به حزب الله میگن ارگان تروریستی. نه خیر، شما خودتون تروریست هستین، شما وهابی یا سلفی خودتون تروریست اصلی هستین. تو خود لبنان مردم عاشق حزب الله هستن، از سنی گرفته، سنی های متعادل البته، تا برادر خواهرای مسیحی، تا طبیعتا برادر خواهرای شیعه، اینا یه نیروی قهرمانه تو نه تنها تو لبنان، تو تمام دنیا عرب. برای که تو 1982 که اسرائیل اومد اونجا اشغال کرد عراقو، همون موقع بود که حزب الله سازمان دهه شد، سازمان یافتی پیدا کرد. از سال 1089 تا حالا 82 1982 میلادی دارن میجنگن به خاطر جنگ و ایثار و رزمجویی اونا بود که اسرائیل اخراج شد بالاخره بعد از چندین سال، و به خاطر رزمجویی قدرت اونا بود که 2006 اینا زدن اسرائیل رو شکست دادن تو جنگ اسرائیل علیه لبنان، و الان خیلی قوی هستن، اینقدر قوی هستن که سوریه از کمک اونا استفاده میکنه تو شکست دادن النصره. چند روز پیش اتفاق افتاد تو شهر مرزی بین لبنان و سوریه، حزب الله اومد النصره رو شکست داد. خدا اون روزو نیاره واسه تروریستا، روزی که حزب الله ازشون الان من میدونم با اینا به اینا میگن الان وارد التماس میکنن رزمشون که بزنیم ما بریم بزنیم اونجا، بزنیم بریم ما تروریستا رو بزنیم اونجا، وهابیا رو بشونیم سر جاشون. رهبرای سیاسیشون میگن آروم 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 یواش یواش، خیلی هم چیز دادن ها، هزینه دادن ها، تضمین هست بین 2000 تا 5000 نفر کشته دادن، معلوم نیست چقدر، این آمار خیلی فاش چیزه به اصطلاح مرموزه، هیچ کس نمیتونه تایید کنه کدومه. تضمینشون هست بین 2000 تا 5000 تا اینا شهید دادن، خیلیه برای ارگانیزیشنیم مثل حزب الله، کشور که نیستش، ارگانیزیشنه. در صورت منظورم از این حرفا اینه که تا زمانی که آدمای دیپلماتیک نسبتاً با عقل تو سعودی نیان، اسرائیلی که روش نمیشه اصلا امیدی داشت، اونا از اون اول خبیث بودن و خبیث خواهند بود تا موقعی که نابود شن، سعودیا و اسرائیلیا و همشون تو خلیج فارس اینا لابی میکنن که تحریم ها علیه ایران دوباره تمدید بشه، اینا از ایران میترسن، ما بعد این نوع واکنش ها، این برخوردهای محکمشون رو به طور نقطه ضعف اونا ببینیم، اما از لحاظ اقتصادی نمیتونیم باز بیشتر زیر سلطه اینا بریم، مردم خیلی ناراضی هستن، مردم دارن اذیت میشن تو ایران، با کادر سیاسی مشکلی ندارن ولی از لحاظ اقتصادی خیلی دارن اذیت میشن، برای همین نمیشه همه چیز سیاسی دید، بعد اقتصادو خیلی تقویت کن، و اگه این تحریم همینجوری ادامه پیدا کنه، اصلا ببینید عزیزان، هدف تحریم علیه ایران باشه، علیه ونزوئلا باشه، علیه روسیه باشه، علیه هر کشوری که اینا میخوان توش ناامنی و انارشی به وجود بیارن، هدف تحریم اینی که وقت طبیعتا اقتصادی دیگه، هدف اینی که اینقدر شرایطو بد کنن که مردم به جون هم بیفتن، که مردم علیه نظام بیفتن، یعنی این نوع خیلی ارزونه براشون که یک کشوری کاملا متلاشی کنن. اون جورج بوش دیوانه نادون حدود 6 تریلیون دلار خرج کرد واسه اون جنگش تو عراق که آخرام باختن اونجا خدا رو شکر. اینا این طرف یا دموکراتا که خیلی به نظر من خطرناکتر هستن، یه جورایی همیشه بودن، برای که باهوشترن یه جورایی از جمهوری‌خواها، اینا با همین تز برژنسکی دیگه، زبیگنو برژنسکی که چند روز پیش سقط شد، معاون امور امنیتی آقای جیمی کارتر، رئیس جمهور کارتر،
همه چون اینه که اینا با تحریم برن یک کشور رو کاملا نابود کنن، بعد یه 10 سال دیگه قشنگ بیان تاخت و تاز کنن. اینا چجوری رفتن عراق و 2003 زدن؟ تحریمات از 1990 شروع شد توی بخش نفتیش، اونا فقط نفت داشتن، هیچی دیگه نداشتن، هیچ دستاورد دیگه نداشتن، حتی تو پتروکیمیکال هم قوی نبودن. از 1990 تا 2003 یعنی 13 سال خبیث اینا زیر تحریم بودن. انقدر اینا متلاشی شدن، انقدر این وزن اقتصادی مردم رو ضعیف کرد که وقتی آمریکا 2003 اومدن دیگه کسی اصلا نبود که دفاع کنه. دو دستی مردم گفتن بیا بگیر. ممکنه زیر آمریکایی‌ها ما بیشتر مثلا رفاه داشته باشیم، بخش اقتصاد بعض اقتصادیمون بهتر بشه، تا اون حد خود باخته شده بودن. و هدف تمام تحریم‌های آمریکا اینه، تحریم‌های واشنگتن اینه، مردم رو سوس کنن، مردم به جون هم بیفتن، بعد مردم قیام کنن بریزن علیه نظام و فلان و بیسار. این هدفشون اینه. ما نباید این بهانه رو بهشون بدیم. یکی از دلایل مذاکره این بود. توجه میکنین؟ من میدونم این مسئله خیلی حساسه، بین عزیزان واردش هم زیاد نمیشم. یه دلیلی که اینم ممکنه خیلیاتون ندونین، مسئله خیلی استراتژیکه. یه دلیلی که ایران به هر قیمتی میخواست از زیر تحریم‌های سازمان ملل، اون موقع یادتون باشه ایران زیر تحریم آمریکا فقط نبود، زیر تحریم‌های سازمان ملل بود به خاطر مسئله اتمیش. یه دلیلی که اینا مذاکره کردن که ایران از اون تحریمات بیاد بیرون، ایران اگه تحریم‌های سازمان ملل میومد بیرون، این کاندیشن کنفدراسیون اوراسیا رو به اصطلاح کوالیفای می‌کرد جزء اون کنفدراسیون بشه. یعنی زیر پوشش روسیه و ایران و هند و حتی پاکستان هم ممکنه جزء اون کنفدراسیون بشه. یعنی شما تصور کن یه کنفدراسیونی مثل چین و هند که اینا برای 60 سال مثل سگ و گربه به جون همدیگه افتاده بودن. روسیه داره اینو مدیریت می‌کنه. ایران می‌خواد زیر اون پرچم، زیر اون به اصطلاح چتر بره. یکی از کاندیشن هایی که شما عضو کنفدراسیون اوراسیا باشین اینه که زیر تحریم های سازمان ملل نمیتونین باشین. اونا زرنگن روسا چینا، میخوان هنوز از اون قدرت سازمان ملل استفاده کنن فعلا، تا اینکه بعدا خودشون دوباره ابرقدرت بشن و جلو اروپا و آمریکا وایسن. یکی از دلایلی که نیت ها اون بود، برای همین ساده سازی نباید کرد. دلیلی که خیلی از ما مخالف این مذاکرات بودیم، الان داریم ما میگفتیم نتیجهش به اینجا میرسه، کسی گوش نمیداد اون موقع. الان دوستان دارن گوش میدن، حتی اعتراف میکنن، ولی اون موقع به این سفید و سیاهی نبود. هر کسی که بخواد بحث رو واسهتون سفید سیاه بکنه، این ساده سازی کرده. بحث بسیار فشرده تر از این چیزا که حتی من دارم الان تو این بحث واسهتون میگم، خیلی فشرده تر از این بود. اون موقع بعد اینا متاسفانه میگم، متاسفانه بعد ثابت میکرد که میخواد مذاکره کنه، بعد گذشت میکرد که روی اسرائیل کم بشه، روی واشنگتن کم بشه. خب اینا اصلا روشون کم شد؟ نه، اینا هنوزم میگن برجام بدترین قرارداد بشریت بود. حرف ترامپ بود تو زمانی که داشت به اصطلاح رقابت میکرد واسه ریاست جمهوری، بدترین تفابق در تاریخ. یعنی شما گزافگویی به کجا رسیده؟ در صورت وقتی اونا علیه برجام باشن، اگه مام علیه برجام باشیم، یعنی یه جوره ما با اسرائیل همصداییم دیگه، با سعودی همصداییم دیگه. خب این خیلی فشرده است. من اصلا نمیگم شما مخالف برجام باش یا موافقش باش، من میگم فشردگیاش رو سعی کن یه جوری ببینی. ما اونجا به انگلیسی میگیم see the tip of the iceberg، اون سر کوه یخ که فقط سر کوهش بالاست، تو وسط اقیانوس زیرش یه بساطیه واسه خودش. بعد اونم باید اصلا اون رو مطالعه کرد، نه فقط تمرکز کرد به اون سر کوه یخ که پیداست. در صورت ما امیدوار هستیم از این مردونا، شب و روز داریم تلاش میکنیم از طریق رسانه‌های انگلیسی زبون ایران، از طریق رسانه‌های روسی، از طریق رسانه‌های کاملا آزاد که حرف حق رو به دنیا برسونیم به زبون انگلیسی که زبون عام دنیا الان هستش و به احتمال زیاد برای سالیان سال خواهد بود، اون موضع حق ایران رو به دنیا برسونیم. پیش اخیرا نمیره یه مستندی که تماشا کردم که باشد آخر سر اشکم در بیاد، این مستندی بود که حالا نمیخوام بگم، بعضی توی ایران خیلی زود جبهه میگیرن و یه وقتی ما یه چیزی بگیم بارم سعی میکنن یه برنده که خودشون دوست ندارن رو به ما بزنن. وارد اون بحثا نمیشم. این مستند اینقدر درست و زیبا انجام شده بود تو همین مسئله اتمی و توی ایران به همه تو میگم گسترده اینو مجانی همه جا پخش میکنه که مردم ببینن چی گذشت. این واقعا من اشک منو در آورد، واقعا اشک منو در آورد که چقدر ایران از خود گذشتگی کرد، چقدر
پیشرفت‌های اتمی خودش رو عقب برد یا استاپ کرد لاغر فعلا حالت تمپوری موقت، که بتونه توافق کنه با این کشورهایی که صدها سال نه فقط 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال، صدها سال اینا رپیتیشن یا نمیدونم رپیتیشن چی میشه، سابقه کار بدعهدی دارن تو تمام، لاغت تمامو نمیشه گفت، تو اکثر مذاکراتشون، مخصوصا وقتی مذاکره با یه قدرتی باشه که قدرت کوچکتری باشه، اینا با همتای خودشون امکان بدعهدی کنن با اون 5 همتای دیگهشون که تو P5 Plus 1 هستن، اون 5 کشور کشور اول قدرتی میخوان با اونام بدعهدی کنن تو مسئله برجام، اگه بیان از برجام بیرون. البته این اتفاق نمیفته. اگه یادتون باشه 2-3 روز پیش یا یه هفته پیش آقای ترامپ با اونجا به انگلیسی میدم سعی میکنم دوباره واژه فارسیش بگم، مثل یک بچه لوس که به زور بعد اووردش بشینه سر میز غذا بخوره، ایشون هم به زور اووردن که این به اصطلاح این قراردادو باز تمدید کنه، این قرارداد برجامو. هیم الان میگه مثلا میخواد تهدید کنه ایرانو. چنیدی که یه هفته پیش چیزایی که گفته بود، من تو پرس تیوی دمارش صحبت کردم که ایران باید مواظب باشه، ایران خیلی باید مواظب باشه، یه اتفاق بد داره واسش اتفاق میفته، از اینجور تهدیدا. البته من جز دسته آکادمیشن ها هستم، میگم هیچ وقت تهدید رو نباید دست کم گرفت، هیچ وقت بعد واسش برنامه ریزی کرد که اگه این تهدیدا رو، اگه اینقدر نادان باشن، اگه اینقدر ابله باشن که این تهدیدا رو به واقعیت بخوام برسونن، ایران اون موقع بتونه از خودش دفاع کنه، خوبم دفاع کنه، یه جوری دفاع کنه که نه بهش حمله شه ایران نابود بشه، نه بلکه که اونا دنبال این بهانه هستن که ایران یه جوری بیاد برخورد کنه که از این طرف اینا بیان بزنن، نه خیلی باید الان ماهرانه برخورد کرد، خیلی خیلی ماهرانه و دیپلماتیک و با عقل و شعور باید رفت جلو، نه با فقط با احساسات. طبیعتا این مسئله احساسیه، وقتی شما یه کشوری باشی که با هر قیمتی پیشرفت اتمی داشته باشی، پیشرفت علمی داشته باشی و بعد از خود گذشتگی بکنی، ما کاملا این مسئله احساسی میشه، چطور ممکنه نشه؟